سلام، سلام به شما در هر کجای ایران زمین که هستید، شمال، جنوب، شرق و غرب. به شما عزیزان که در دیگر نقاط جهان به تماشای این برنامه سرزمین ما از برنامه‌های ویژه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. در این برنامه با من و شما هستند خانم شکوه میرزادگی. نیاز به معرفی بیشتری جز بردن نام و دیدن چهرهشون نیست. توضیح مختصری میدم در این زمینه که خانم شکوه میرزادگی علاوه بر نویسندگی، روزنامه نگاری و نیز در زمینه شعر صاحب چندین اثر منتشر شده هستند و آثار بسیاری که منتشر نشد. در کنار این زمینه ها خانم میرزادگی در عرصه فعالیت برای حفاظت از آثار تاریخی و باستانی ایران تلاش های گسترده بیش از دو دهه داشتند که بیشتر شما عزیزان بیننده شاهد آن بودید. در وبسایت سیف پاسارگاد و زمینه های دیگر که حتما توضیح خواهند، مثل بسیار دیگر از مهمانان ما، بیوگرافی فعالیت های فرهنگی ایشون خانم میرزادگی طولانی تر از وقت برنامه ماست. با من و شما خواهند بود و ما با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش آمدید خانم میرزادگی و این حضور نخستین یا نخستین حضور ایشون هست در برنامه سرزمین ما. سلام به شما. سلام آقای چارنگی، خوشحالم که در برنامه شما هستم و سلامی دارم برای همه هموطنانم در هر کجای دنیا که هستم. خانم میرزادگی، ما در برنامه سرزمین ما عموماً بیشتر به اقوام ایرانی میپردازیم، اقوامی که در مجموع رنگین کمان ملت ایران رو تشکیل میدن. خواسته های اونها، خواسته های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، آنچه رو که در طول تاریخ مطرح کردن، نمایندگان یا احزاب یا هر گروه هایی که بودن و مردم عادی که در هیچ حزبی نبودن اما مطالباتی دارن که هرگز به دست نیاورد، مثل در این شرایط که مثل بقیه جاها. اما نکات بسیار زیادی هست، موضوعات بسیار زیادی هست که مشترک هست بین تمام اقوام ایران و اون آثار تاریخی، آثار باستانی هست، هم از این که در کردستان هست، در ترکمن صحرا هست، در خوزستان هست، در آذربایجان هست و در شیراز هست و جاهای دیگه. شما به دقت، من میدونم، دنبال میکنید کارنامه دولت جدید رو. اگه بخواید نگاه کنید در این مسیر برای حفظ آثاری که بسیاری از اونها متاسفانه، کلمه جز این من نمیتونم بگم، انباشته زباده شدن در اثر صحنه‌گذاری، کارنامه دولت رو در این مدتی که بر سر کار هست با دولت‌های پیشین چطور ارزیابی می‌کنید؟ گام‌های امیدوار کننده هست، دیدید نشانه‌هایی یا برهم؟ متاسفانه نه. با اینکه سخن مثل همیشه زیاده، حرف زیاده، ولی هیچ نشانه‌ای از اینکه تغییری به وجود آمده نیست. البته خود رئیس میراث فرهنگی آقای سلطانی فر اخیراً گفته این کارهایی نیست که بشه به سرعت انجامش داد، با اینکه میشه اینو قبول کرد به خاطر اینکه ویران کردن بسیار ساده تر از ساختنه، همونطور که وحشیگری ساده تر از متمدن بودنه، چون راحت هیچ اصولی نداره. در این مورد هم این حرف درسته، ولی بالاخره باید یه نشانه‌ای داشته باشه که من این نشانه رو نمی‌بینم. و در ارتباط با اقوام
موردی رو حتما باید الان اینجا بگم، در شهرها و استانهای دور اتفاقا بسیار مسئله تخریب بیشتره و بی‌توجهی بیشتره، همطوری که هرچی به مرکز نزدیکتر میشه چون جلوی دیده بیشتر دیده میشه، ولی ما سعیمون اینه که مرتب همه این خبرها رو بگیم برای اینکه مردم بتونن بشنون، و در این حال کسانی که از این شهرهای دور مثل کردستان، لرستان، آذربایجان، هر کدوم از این شهرها، کسانی که خبر میرسونن چون تو فضای این شهرها بگیر و ببندها زیادتره، اونها کمتر میتونن خبرهاشون رو برسونن. در این حال ناآگاهی هایی که برای میراث وجود داره در اونجاها لطمه های بیشتری هم میبینه. خانم میرزادی، ببینید به طور مثال اشاره کردید مثلا در خوزستان هست دیگه، سرمسجد هست در مسجد سلیمان که پروفسور گریشمن اون رو کشف کرد، حالا در شهر ما بود تصادفا مسجد سلیمان، و آثار بسیار بسیار زیادی چوغازنبیل هست، از جمله قلعه شوش هست. قلعه شوش که ما میدونیم عملا در سال 1900 اول قرن، بله قرن 20 بود که باستان شناس معروف فرانسوی ژان ماری دومرگان اینو در واقع ساخت، یا هر اقداماتی رو که لازم بود انجام دادن، مرمتایی، ولی در جنگ هم لطمه دید و بعدن باستان شناسان ایرانی آقای مهدی رهبر و بقیه ترمیم کردن کارهای زیاد. همین الان ما میبینیم آقای مهدی رهبر با صدای بلند میگن که آقا این چه وضعیست، یعنی شما اصلا کوچکترین توجهی نکردید، قلعه شوش در حال ویرانیست. یک باستانشناس ایرانی، من این بخت رو داشتم با دکتر نگهبان باستانشناس معروف ایرانی و از شاگردای پروفسور گریشمن زمانی که در چوغازنبیل کار میکرد و در همین اطراف قلعه شوش، من در اون نزدیکی اون زمان در هفته پای مشغول کار بوده و فرصتی بود، وقتی بود که روزها و چندین ماه در کنار آقای نگهبان من میرفتم، میدیدم چه با چه مرم زحمتی واقعا ایشون و تیمشون و بقیه کار میکرد. الان چرا مگه کاری داره مثلا، یا بودجه چقدر لازم هست؟ من نمیدونم، این همه پول هست در مملکت، پیفونل های میلیاردی. بله کاملا درسته. اولا این اونجاهایی که شما نام بردید بسیار مشهورن و بسیار جلوی چشم توریست ها و باستانشناسان غیر ایرانی هم هستن. با این حال میبینین چه وضعیتی داره در مثلا در خرم‌آباد، چون از لرستان و خوزستان و اینجاها صحبت میکنین، ما همین سالهای گذشته بسیاری از آثار تاریخی رو زباله‌دونی شده و همه مال دوران ساسانی اشکانی و اینها، یا اینکه محلی شده برای اینکه معتادان میرن اونجا و میشینن چون دنج به قول خودشون، به در حال کشیدن و خوردن و هر چی که هست، و در اینجاها بسیار بدتره. اما چرا این وضعیت شده؟ به این دلیل که مهمترین مسئله به نظر من که الان دو ساله به طور مداوم ما در بنیاد میراث پاسارگاد داریم نامنگاری میکنیم، تبعیضی که در میراث فرهنگی، در حفاظت از میراث فرهنگی وجود داره، به دلایل حکومت مذهبی بسیار الان در ایران شدیده. یعنی اینکه شما ببینید بودجه‌ای رو که برای میراث فرهنگی میذارن اون گونه که خودشون اعلام کردن، و من هم در یکی از این مطالبی که 34 سال تاریخ زدایی در سالگرد انقلاب پارسال نوشتم توضیح دادم، یعنی با رقم توضیح دادم، شما درست 80 تا 90 درصد بودجه میراث فرهنگی صرف اماکن مذهبی شیعی میشه. این مسئله بسیار مهمه، و اون 10 درصد یا خیلی خوشبینانه 20 درصد بقیه باید صرف تمام میراث فرهنگی بشه. یعنی این حتی به این که
آثار بزرگی مثل تخت جمشید، مثل چوغازنبیل، مثل بیستون، هر کجایی که ما داریم، حتی صرف مرمت اینها نمیتونه بشه، یعنی کفاف نمیده. در گذشته خب پخش میشد، اولا که این امامزاده هایی که الان به وجود اومده، تکیگاه ها، مثلا تکیه ها، اما مساجدی که شاید مثلا 50 سال 100 سال از عمرشون میگذره، تمام وقت نو، تمیز، مرمت ها استادانه و بقیه آثار به حال خودشون رها شدن. خب همین قلعه شوش که میگم اول قرن به صرف گذشته کشف شد و بعد هم مرمت شد و هرچی که هست، به هر حال یکی از آثاریست که در حال نه اینکه ویرانی، به هر حال آسیب پذیری هر روز است. این ریشش کجاست خانم میرزادگی؟ این ستیزی که از بی‌توجهی که از، و اگر مالی هست که پول کافی نیست، خب میتونن بگن آقا ما پول نداریم، مردم خودشون داوطلبانه نهادهایی رو میتونن تشکیل بدن بیان مرمتای لازم انجام بدن. من مطمئن هستم بسیاری از کارشناسان هستن داوطلبانه حاضرن به طور مجانی هم کار کنن، اگر فقط اقتصادی است. اگر نیست، ریشش چیه این ستیز با آثار باستان؟ بله، بسیار نکته درست و به جایی رو مطرح کردید که کمتر بهش توجه میشه، و اون اینه که اینها اگر را دلشون میسوخت، مثل همه کشورها، مثل یونان، مثل مصر، مثل ایتالیا، هر جایی اگر دلشون بسوزه برای میراث فرهنگی ایران زمین، که کل فرهنگ ایران رو از مسیحی و مسلمان و انواع مذاهب در زیر پوشش میگیره، اگه دلشون بسوزه میتونن بگن ما پول نداریم و این رو بسپرن دست نهادهای مدنی، دست انجیوها. اما اونها این کار رو نمی کنن. نه تنها این کار رو نمی کنن، حتی روزنامه نویس ها رو، باز هم اینها سنده، یعنی حرفی نیست که من بگم، از زمان دوره دوم آقای احمدی نژاد و اعلام کردن که اجازه ندارند باستانشناسان و خبرنگاران بدون اطلاع و بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی سخنی راجع به میراث فرهنگی بگن. اون چی که مسلمه، این مسئله از مسئله کمپولی و بیتوجهی غیر عمدیه که خیلی ها دارن میگذره و دقیقاً به ستیز فرهنگی برمیگرده که جمهوری اسلامی این ستیز رو با فرهنگ ایرانی ما داره و هر کجایی که اونو ببینه سعی میکنه یا به دست باد و باران و زلزله و طوفان بسپره که نابود بشن از اون طریق، و یا بیتوجهی عمدی بهش میشه و گاهی هم خراب میکنن. یعنی مثلا گروه فیلم بردارا اجازه ندارن برن در فلان مسجد شیعی، ولی به راحتی میتونن برن در بناهای بزرگ باستانی ما و تاریخی ما و فرهنگی ما و هر بلایی که دلشون میخواد سر این آثار بیارن. فیلم بردارا؟ بله بله، گروه های فیلم برداری که فیلم های تلویزیونی میسازن. همین 2 سال پیش تیکه‌ای رو از تخت جمشید خراب کرده بودن، یه سوزونده بودن، و جاهای دیگه هم همینطور، مثلا بیستون، همه اینجاها فیلمبردارای تلویزیون دولتی ایران میتونن برن و فیلم برداری کنن. خب ببینید، اینی که فرهنگ ایرانی، جمهوری اسلامی در ستیز با فرهنگ ایرانی، این بحثیست که باید شکاف وقت طولانی میاد، چرا که این نکته هم هست که به هر حال شیعه، روحانیت شیعه، ملایان شیعه در طول تاریخ های بخشی از فرهنگ ایرانی هستند یا صاحبان نقش هستند در آنچه که فرهنگ ایرانی نامیده میشه. این یک بحث طولانی. منطور نکته رو که من میتونم اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که در هیچ کشوری که اکثریت جمعیتش مسلمان هستند، حتی در زادگاه اسلام،
عربستان سعودی نیست، چون این ستیز و بیتوجهی به آثار تاریخی نیست. اینی که اسلام به روایت زادگاه خود مخالف آرامگاه سازی هست و مسائل مربوطه، این بحث دیگری است. اما نیامدند و خراب بکنند. گزارش مفصلی نشنال جیوگرافی داره درباره آثار پیش از اسلام عربستان سعودی و چگونگی محافظت از آنها. حالا امیدواریم با شما باشیم در برنامه‌های آینده، بپردازیم و ادامه بدیم همین موضوع رو. ولی من دو نکته رو اینجا بگم خانم میرزاده. ببینید آقای مهدی حجت که در زمانی که این حرفا رو زد قائم مقام سازمان میراث فرهنگی بوده، ایشون گفته طبقه دوم و زیرزمین موزه ایران باستان عملا تعطیل است، بناهای تاریخی از ثبت خارج می شوند و در کاخ موزه ها جگر و دوغ فروخته می شود. این یه نکته. یه نکته، آقای آیدین آقداشلو نویسنده، نقاش ارزشمند و کارشناس هنر، کارشناس به اعتقاد بنده کم نظیر ایرانی در زمینه هنر معماری، نقاشی، خط و آنچه که به هنر و فرهنگ ایرانی در این زمینه ها مربوط میشه. ایشون از آرامگاه طوس فردوسی دیدن کرده و برای بینندگان من میگم قلم شکوهمند و قلم بسیار مؤثر آقای آقداشلو هست، یعنی تصویرگره در واقع آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در طوس، بنای ظریف و موزون و باشکوهی است که به خاطر مراسم ازاره فردوسی در سال 1313 ساخته شده و از تماشای آن آدم سیر نمی شود. پوششی از سنگ مرمر سپید نجیب دارد و طوری با دقت درزگیری شده که یک پارچه به نظر می رسد. این بنا هم مثل هر آرامگاه محتشمی، آرامگاه کوروش مثلا، کوروش کبیر مثلا، روی پله هایی بنا شده تا رسیدن به ورودی آن آسان و فوری نباشد و کار ببرد. همین آقای آیدین آقداشلو در گزارش خودش می نویسه باز دیگر با آرامگاه حکیم طوس پا نخواهم گذاشت. عهد کردم تا وقتی که آن جایگاه شریف در تصرف دست فروشان است به آنجا نروم تا شاهد این بی‌حرمتی مداوم نشوم. آقای آیدین آقداشلو درست. چرا؟ فردوسی؟ بله، تمام اینها شما خود آقای سلطانی فر رئیس میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی آقای روحانی که الان سر کار هستن، خود ایشون اعلام میکنه که تکه های هزاران تکه از آثار تاریخی توی زیرزمین ها این طرف اون طرف افتاده. ولی خیلی جالبه، شما ببینین الان از آقای آقداشلو صحبت کردید، به درستی اون چیزی رو که ایشون هستن ما ببینیم. رئیس سازمان میراث فرهنگیمون مشاور، عضو تشخیص مصلحت بوده، عضو تربیت بدنی، معاون تربیت سازمان تربیت بدنی بوده، عضو گروه هایی که در کیش کارهای مختلف سیاسی انجام میدن بوده. تنها چیزی که ایشون در طول زندگیشون از کنارش رد نشدن یک پست فرهنگیه، نمیگم پست میراث فرهنگی، میگم حتی پست فرهنگی. آخه آدم چه انتظاری داره از آدمهایی که اصلا درکی ندارن از مسائل فرهنگی، درکی ندارن از مسائل میراث بشری ما. ما اینا میراث ایران و عربستان و مصر و یونان نیستن، اینها میراث بشریان، تجربه های بشریان. شما راجع به ببخشید، شما راجع به عربستان و مصر و اینا گفتین که چرا در اونجاها توجه میکنن، یه بخشی از اینا هست. ما میبینیم داعش هم ظرف دو سه ماه گذشته تعداد زیادی از آثار تاریخی رو ویران کرده، اونایی که مربوط به خواست نزدیک به فکر اونا نبوده و مذهب اونا نبوده. یعنی این دقیقا تو ایران برمیگرده به این حکومت. بقیه رو ببینید، آخه بس بله به حکومت میتونه به این، در اوائل بعد از انقلاب خودتون هست آقای صادق خلخالی که
به هر حال کم از داعش نده، چون این کارهایی که داعش کرد خب ما در ایران بارها من در برنامه‌های دیگه گفتم به شکل قانون هست، در آوردن چشم در ایران قانونه، بریدن دست قانونه، گیرم که داعش جلو دوربین این کارا رو انجام داده. در ایران سنگسار رو هیچ وقت اجازه ندادن جلو دوربین نشون داده بشه. بله. گرنه سنگسار از بریدن سر جلو دوربین چندان تکاندهنده تر اگر نباشه یکیست، یعنی به هر حال همونطور به هر حال از این، ولی به هر حال جلو ایستادن، یعنی این جلو آقای خلخالی و بلدوزرهای آقای خلخالی ایستادن. چه نیرویی جلو اون بلدوزرها ایستاد؟ همون نیرویی که شما بهش میگید فرهنگ ایرانی یا پاسداری از آثار تاریخی ایران، هرچه که در زمین جامعه وجود داره. بگذاریم از اینکه برای آقای خلخالی هم هورا هم کشیدن بسیاری از کسان. خب بگذاریم که همین زمیر فرهنگی یا فرهنگی ایرانی هرچه که هست، در همون زمانی که همین آرامگاه محتشم به قول آقای آقاداشتو رو ساخت در زمان رضا شاه و بعدها جشنهای 2500 ساله رو در گرامی داشت کوروش و فرهنگ ایرانی یا تاریخ ایرانی برپا شد، صاحبان فرهنگ ایرانی که مخالفت سیاسی داشتن اینها رو هم بر نتافتن، تابیدن، تاخت و تاس کردن و سرزنش کردن. حالا پرسش من، وارد اون مرحله نمیشیم بستونه، پرسش من اینه چجور هست که این فرهنگ ایرانی، حکومت شما میگین این هست، انتظارم نداره، چجور هست تحمل میکنه؟ ببینید اون چی که مسلمه، همونطور که گفتید آقای حجت الاسلام خلخالی وقتی که شروع کرد به ویران کردن، عده‌ای بلند شدن حتی رفتن پیش آیت الله ها، یعنی در واقع مجوز گرفتن، آیت الله ها نوشتن که ویرانی اینها جایز نیست، حفظ این آثار جایزه، آثار تاریخی. ولی الان تمام آیت الله ها جایز نمیدونن حفظ اینها رو. آیت الله خامنه ای میره در تخت جمشید میگه این آثار طاغوته. خب ببینید چگونه میشه چنین با چنین وضعیتی، با چنین نگاهی نگاه کرد؟ و در این حال مردم هم در اون موقع، حتی اول انقلاب بود، جرأت اینو داشتن بلندشن برن جلوی تراکتورها دراز بکشن و بگن ما اجازه نمیدیم. آقای پرویز ورجاوندی بود، آقای امینی بود، کسانی بودن که میتونستن برن بگن ما میخوابیم جلوی بلدوزرها. الان کی مونده از اونها؟ تمام کسانی که الان در مستر کار هستن خودشون دارن به قول آقای سلطانی فر که میگه من در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دنبال این کارها هستم. خب نظام جمهوری اسلامی قبول نداره این فرهنگ رو، و مردم هم به نظر من آقای چالنگی تو این 10 سال گذشته، 12 سال گذشته تمام تلاششون رو کردن. 10 سال پیش کسی جرأت نداشت اسم کوروش رو دیگه بیاره، پس از سالها از تمام کتابهای مدرسه برداشته شده بود، کسی جرأت نداشت از فرهنگ ایرانی بگه. شما الان تو فیسبوک رو نگاه کنید، توی وبلاگ ها رو نگاه کنید هست، و به نظر من مردم توجه دارند ولی جرأتش رو ندارن. امیدوارم که فضایی به وجود بیاد که این جرأت هم به وجود بیاد و مردم بتونن نشون بدن که چقدر برای میراث فرهنگی و تاریخی و بشریشون اهمیت قائل. خب البته این نکته رو هم من باید اشاره بکنم. ببینید یک شهروند تهرانی، پایتخت ایران رو من مثال میزنم، صبح که بلند میشه مسائل سیاسی بکنه، صبح بلند میشه هوای آلوده مسموم داره، دارویی که باید برای بیمارش مصرف کنه مطمئن نیست، داروی آلوده ای صد تاریخ گذشته فاسد و تقلبی، برنجی که قرار مصرف کنه آلوده است، سرطانزاز گفتن، لبنیاتی که میخواد مصرف کنه روغن پالم داره که از یه حد به بالاش حتی کشنده هست، سبزیجاتی که میخواد مصرف بکنه آلوده است، احتمالا مال ورامین که میدونیم، خود این هم آمارش که خود دولتیان دادن، و مسائل دیگه. اگه پسری دختری داره، پسر یا دختر تا بره بیرون برگرده دوستشو ببینه نگرانه که به سلامت برمیگرده بر نمیگرده، اگه بعد
ده ها مسئله دیگه که بینندگان بهتر از من و شما قطعا در تهران میدونن که چی هست. از این انسان ها و دوچار کمبود آب هست در جنوب تهران و الان هم در شمال ایران آب جیرمندی شد. چه توقعی میشه داشت از مردم که در این شرایط به فکر حفظ آثار باستانی هم باشن و نچه از مردم داخل کشور؟ بنابراین آیا نگاه آدم بیشتر متوجه ایرانیان خارج از کشور نیست؟ درسته. الانم خارج کشور توجهشون بیشتر شده، منتها بیشتر سایت ها فقط خبرهایی رو که در نشریات ایرانی چاپ میشه، در داخل ایران چاپ میشه، منعکس میکنن. و اون چی که مسلمه، من فکر میکنم اگر جامعه با فرهنگ باشه کاملا این رو متوجه میشه که اینها با هم تضاد نداره، یعنی مبارزه برای میراث طبیعی که رود و کوه و زمین و خاک و همه اینهاست که اونها رو نابود کردن در این 30 و چند سال گذشته، هیچ تضادی نداره با حفظ خواستاری، حفظ میراث فرهنگی. یادمون باشه که ما میبینیم که در فرانسه جنگ دوم جهانی که دیگه وقتی جنگ میشه بدترین وضعیت ممکن برای یک کشوری پیش میاد، عده‌ای هم بودن که با تمام وجود سعی میکردن آثار تاریخیشون رو حفظ کنن که گرفتار بمب نشه. اینو دیگه مشخصه و من فکر میکنم که امیدوارم که روز به روز به این تمدن بشری نزدیک بشیم که برای اون چی که داریم اهمیت قائل بشیم، نه نگران چیزهایی سبب بشه که دیگه چیز دیگه ای رو فراموش کنیم. برای اون چی که داریم، نمونهاش همین اقدامی بود که من اشاره کردم، آرامگاه فردوسی، هزاره فردوسی وقتی در زمان رضاشاه برگزار میشه و بعد جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی، هر مخالفت سیاسی که وجود داشت با نظام پهلوی اون رو مطرح میشد یا نمیشد، اما این اقدامات هیچ وقت مورد حمایت کسانی که با تعاریف ابتدایی فرهنگ، انسانهایی با فرهنگ میتونستن باشن، قرار نگرفت. چرا؟ همه گفتن، همین الان هم وقتی مقایسه میشه میگن در زمان جشنهای شاهنشاهی بر آرامگاه کوروش، شما خاطرتون هست که چقدر مخالفت ها ابراز شد. من یک نکته امروزی رو بگم خدمت شما، مثلا ببینید شما صحبت فرهنگ رو میکنید، آقای مکارم شیرازی راجع به فیلترینگ گفته که بسیار واجب از نظر شرعی، اینترنت سرعت بالا خلاف شرعه. روحانی ملای شیعه است بر منبر، به هر حال این صحبت چندان دور از انتظار نیست. اما آقای حداد عادل از طرف بسیاری از هرچی که هست صاحبان فرهنگ در خارج هم زمان ایشون خیلی مورد حمایت بود، کسی که فلسفه هم تحصیلات عالی داره، کسی که در انجمن سلطنتی فلسفه هم درس خونده، خب شما ببینید میگه ایشون هم به نحوی وقتی صحبت میکنن درباره، عرض کنم خدمتتون، مسائل مربوط به معاصر بودن وسائل ارتباط جمعی، باز به شکل همون حرفای آقای مکارم شیرازی رو میزن یا بقیه. یعنی به من شما راست و پوسیانده میگید بر سر ایران از این بابت نیست چه اومده؟ من همونطور که گفتم در یک گزارش در ارتباط با میراث فرهنگی از 35 سال پیش تا اکنون، ما بزرگترین لطمه‌ای رو که ممکنه از پس از انقلاب خوردیم و میراث فرهنگی ما به اندازه 1000 سال به قول آقای بهشتی که از خودشونه در این دوره نابود شد. آقای بهشتی که میگن ایشون حتی یه زمانی مسئول تلویزیون بودن و جالبه که سمت‌هایی در بیوگرافی هر کدوم از این آقایون بگردید انواع و اقسام سمت دارن، از استانداری بگیرید تا معاون وزیر میراث فرهنگی تا مسئول سازمان آب تا بسیار. این اواخر هم برخیشون هم آشنا شدن با پوپر و کارپوپر و هابرماس و اینا،
این همین تاریخ باستانی ما که تلاش بود از خرداد 1342 بکنن و اولین نغمه ها برای باطل کردن نوروز آغاز شد ولی موفق نشد، آقایان هم از زمانی که در این زمینه ها سخن میگویند سرآغاز تاریخ شد. از جمله مطلبی رو از آقای عطاءالله مهاجرانی بنده خوندم تازگی در از شرق الوسط که درباره اون حتما در برنامه تفسیر خبر صحبت خواهیم کرد، ستایشی که از جنگ وزیر ارشاد حکومت ایران به نحوی به عمل به هر حال به طور مختصر میدونم فعالیت ها بسیار زیاد بوده بیش از دو دهه، اما نمیشه در یک جمله و دو جمله رو به من بگید که سازمانی که شما مسئولیت شد دارید از جمله برای حفظ آثار تاریخی ایران در خارج از ایران چه میکنه؟ من وقت مثل این که کمه، ولی در کوتاه ترین مورد اینه که ما تلاشمون اینه که خبرها رو فقط برای اینکه منعکس کنیم نباشه در سایتمون، که سایت اختصاصی داریم الان، هم سایتی هست به نام برای به زبان انگلیسی، هم سایتی هست که به زبان فارسیه، ولی اینها رو ما سعی میکنیم تمام به خصوص میراث جهانی رو که در ایران در حال نابودیه خبرهاش و گزارشاش رو میفرستیم برای یونسکو، و تمام تلاشمون الان اینه که این رو به زبان انگلیسی شروع کردیم کار کردن در World Cultural Heritage، برای اینکه مردمان بیرون از ایران فرهنگ دوستان بدونن و شاید فشار اونها بتونه کمک بیشتری برای ما باشه، به خصوص الان که سعی میکنن که نگاه خارجی ها رو به داخل ایران هم حواسشون باشه. به طور مختصر این جمله آمده جمله تاریخی است، به بی‌حقی نسبت به کس دیگه ای سالا حتما بینندگانی که در جریان هستن من تصدیق خواهند کرد این، اما جمله معروف که مغول ها چه کردند، آمدند، کشتند، سوختند و رفتند. به طور مختصر اگه بخوایم پاسخ بدیم، شما تمام اون کارهایی رو انجام یا تلاش میکنید که جلو ادامه این کار رو بگیرید. بله، برای اینکه خوشبختانه ما در این قرن زندگی میکنیم، قرن 21 که جهان داره متوجه ارزش این نوع میراث میشه و این کمک بزرگی برای ما که بیشتر از زمان مغول بتونیم جلوی اینها رو بگیریم. طبعا در این مسیرم نیاز یا به همراهی حتما همه فرهنگ دوستان و همه ایران دوستان و همه انسان دوستان داریم در هر کجایی که باشه. سپاسگزار هستیم خانم شکوه میرزادگی گرامی، امیدواریم در برنامه های آینده فرصت بیشتری باشه بتونیم ادامه بدیم در همین زمینه رو، زمینه بسیار مهمه میراث فرهنگی ایران زمین. سپاسگزارم از دعوتتون و به امید دیدارهای آینده. به امید حضور و بودن شما با من و بینندگان سرزمین ما. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر در سرزمین ما از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستند در این بخش از برنامه سرزمین ما آقای دکتر جواد نفیسی، روانپزشک و دارای تحقیقات بسیار در عرصه روانشناسی و روانپزشکی، دارای مقالات بسیار در نشریات تخصصی آمریکایی در این زمینه و نوآوری‌هایی در پزشکی در روان پزشکی. فرصت ما کوتاه است و بیوگرافی آقای دکتر نفیسی نیست طولانی است. وقت برنامه ما برای نخستین بار هست که در برنامه سرزمین ما با من و شما هستند. به نمایندگی از شما عزیزان بینندگان در هر کجای ایران که هستید خوش آمد میگیم به آقای دکتر نفیسی گرامی در لس آنجلس. جناب شارنگی خیلی ممنون و متشکر از اینکه منو به این برنامه آموزنده خودتون دعوت کردید و
همچنین خدمت بینندگان گرامی سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم. سپاسگزار هستیم از شما آقای دکتر نفیسی هست. آقای دکتر ببینید، ما در برنامه سرزمین ما مسائل مختلف مربوط به ایران و مردم ایران رو از اقوام مختلف مطرح میکنیم. یکی از موضوعات و زمینه هایی که وجود داره مسئله آموزش و پرورش هست که ما ظرف چند روز آینده میبینیم بازگشایی مدارس هست و دانشگاه. این مسئله آموزش جدا از مشکلاتی که از نظر مالی هست، از نظر سیستم هست در ایران برای مسائل آموزشی هرچی که هست، میخواستیم به این نکته بپردازیم. شما به عنوان شخص متخصصی در این زمینه که نقش خانواده ها برای کودکانی که به مدرسه میرن، تازه میرن یا کلاس دوم سوم هر چه که هستن در دبیرستان ها رو تا چه اندازه شما مهم میدونید؟ اجازه بدید که من از اینجا شروع کنم که بشر آموزشش از درب تولد شروع میشه. در نتیجه میشه گفت که اولین معلم، اولین آموزگار بشر کسانی هستند که از او از بد به تولد نگهداری میکنن و معمولا هم پدر و مادر. ولی موقعی که ما صحبت آموزش میکنیم فقط جنبه عقلانی روان در نظر میگیریم. آموزش با عقل و دانش صورت میگیره و برای بشر یک بخش بسیار مهم دیگری هست که اون بخش عاطفیه و اون بخش عاطفی یک بخش جداگانه‌ایه که با بخش عقلانی کاملا با هم فرق داره و برای هر نوزاد بشری همونجور که احتیاج داره با اکسیژن و غذا و شیر و اینکه حرارت محیطش مناسب باشه براش، همینجور هم احتیاج داره به اون آغوش گرم مادری و بعد پدری که بتونه رشد خودش ادامه بده و روانم این جسم شروع کنه رشد کردن. متاسفانه اگر یک دیسراپشنی صورت بگیره، یک توقفی صورت بگیره یا قطع بشه این رابطه عاطفی، صدمات شدیدی ایجاد میکنه که دیگه جنبه آموزشی زیاد نمیتونه مؤثر باشه. یعنی همینجاست که نقش مادر و پدر اهمیتش پیدا میشه، یعنی در زمینه عاطفی است که بله. خوب، حالا در برابر این، یعنی پدر مادری هستن بسیار مهر دارن، مواظب بچه هاشون هستن، حتی المقدور اون چی که دستشون برمیاد انجام میده. محیط، بذاریم بگیم دولت ها، حکومت ها چه مسئولیتی دارن در مقابل کودکانی که در قلمروی اون حکومت ها به دنیا میان، زندگی میکنن و الان وقت رفتن مدرسه شونه یا چند سال الان در مدرسه هم دوباره چند روز دیگه میره از سر. مسئولیت اونها چیست؟ ببینید، حکومت کاری که میتونه بکنه متاسفانه محدوده اگر اون پدر و مادر در ابتدای کار نتونن اون بنیاد و اساس روان رو محکم درست کنن. بهترین کاری که حکومت میتونه بکنه پشتیبانی بکنه، حمایت بکنه و یه محیط امن و امانی ایجاد بکنه که بتونه این نوزاد در دوران طفولیت در محیط امن و امانی رشد بکنه و نیازات و احتیاجاتی که داره برآورده بشه. این حد اکثره که یک حکومت میتونه انجام بده. اگر این وضع پیش بیاد بعدن یه حکومت دیگه هست که در درون روان ایجاد میشه. اون حکومت روان اون موقع یه حکومت خیلی عادلی میشه، بعدن خود بشر میتونه خودش رو اداره کنه و با حد اکثر
توانایی که داره و استعدادهایی که به طور ارثی بهش رسیده به نفع خودش و نزدیکانش و همچنین هم نوعانش به کار ببره. ولی وای به روزی که صدمات عاطفی خیلی زود تو زندگی صورت بگیره. اون موقع است که همه کس عاجزن مگر اینکه درمان صورت بگیره، مگر اینکه تمام اون صدمات و اون دردها و اون خشمها و اون غمها و اون احساس گناهایی که و اون احساس ندامتهایی که همه مدفون شده در بخش ناآگاه، اینها بیاد به بخش آگاه حس بشه، لمس بشه و بعدن در جای مناسب خودش به طور حقیقت بینانهی گذاشته بشه. یعنی میدونی خود ویرانگری پیدا میشه، ویرانگری پیدا میشه، یه سازمان در درون ایجاد میشه که کارش خرابکاریه، هر هدفی بذاره خودش برای خودش خراب میشه. یعنی آی دکتر لطمه ببینه زمینه عاطفی، مثلا منظور اینه طلاق بگیرن یا پدری مادری کسی فوت کنه یا همونجور که عرض کردم، همینجور که بچه به شیر و اکسیژن استفاده احتیاج داره، احتیاج به اون آغوش گرم مادری داره، احتیاج به یه رابطه نزدیک عاطفی با مادر و پدر و اعضای خانواده داره. موقعی که فرض کنید فقر شدیده یا موشک ها از بالا سر داره رد میشه یا سوء استفاده هایی از یه خانواده میشه یا اون رهبر خانواده نمیتونه اون نیازات رو برآورده کنه یا اون مادر به علت افسردگی، به علت اعتیاد، به علت هر اشکال دیگه ای نمیتونه به مادر، به بچه ها برسه، صدمه اونجا صورت میگیره. هسته مرکزی اشکالات بشری از نظر عاطفی در اون ناحیه است. بله، اینا آیا به هم مربوط نیست؟ یعنی شما ببینید مثلا فرض کنید وقتی که به هر دلیلی در قسمت عاطفی خانواده به وظایفش عمل نمیکنه یا جدا میشن یا هر چیزی، اینجا جامعه یا حکومت یا هر چه که هست اونجا مسئولیتایی داره، مسئولیتاش بیشتر میشه، این میتونه جبران کنه. مثلا در همین آمریکا خیلی آدمای معروف به صاحب نام و یا صاحب مقامات مختلف بودن که لطمه عاطفی خوردن، مثل خود آقای بیل کلینتون. بله بله کاملا درست. و بعد کسان دیگه. بله کاملا سیستم یا جامعه به جوری بوده اون لطمات رو نه اینکه بین برده ولی جبران کرده که مانع نشه که اگر استعدادی داره به جایی برسه. میشه این چه مثال خوبی زدید از رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون. هوش سرشار داره، استعدادهایی داشت که تونست مملکتی رو بگردونه، ولی ببینید اون قسمتی، اون سازمان ویرانگر و خرابکار چجوری یه مردی رو در چنین مقامی با چنین استعدادهایی چه بلایی سرش آورد با اون خانومی که گندش در اومد و سر صدای زیاد ایجاد کرد. در نتیجه قبل از اون آقای دکتر، قبل از اون اینی که به ریاست جمهوری رسید چی؟ حالا اون کار هر کسی ممکنه پدر مادرش هم جدا نشه بوده ولی علاقه پیدا میکنه. اولا ایشون یک جایی در زندگیشون یک کسایی اومده بودن که تونسته بودن اون رابطه عاطفی رو ایجاد بکنن، در نتیجه یک کامپنسیشن، یک حالت جبرانی یه جا صورت گرفت. در ثانی اگه شما به زندگی خصوصی ایشون نگاه کنید، زندگی خصوصیشون زیاد موفقیت آمیز نبود، کارشون تو شغلشون خیلی موفق بودن. قسمت عقلانی رو ما باید از قسمت عاطفی جدا بکنیم. من نمونه های اونها خیلی زیادن، از افرادی که خیلی با استعدادن، خیلی سیاست مدارن، خیلی موفقن در کارشون، ولی متاسفانه از نظر عاطفی خیلی صدمه دیدن. آقای دکتر صحبت اهمیت عاطفه رو کردید در مورد به خصوص مادر صحبت کرد. ببینید یک بحثی هست از دیر زمان در کشورهای مثل ایران وجود داره و بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده، کسی چندان زیاد توضیح علمی داده نشده یا اگه داده شده خیلی کم صدا بوده، صدای بلندی نبوده. شما تخصص دارین در این زمینه، فرصتی است که از شما بپرسیم که این تدریس به زبان مادری،
شما بچه در دامن یعنی مادر بزرگ میشه، عاطفه میگیره، نیرو میگیره و پیش میره، از اونجاست که پیش خواهد رفت و آیندهش اونجاست که ساخته میشه سنگ بناش. بعد یه مرتبه اگر رفت یک مرتبه روز اول همین چند روز دیگه به مدرسه رفت و در مدرسه یک مرتبه میبینه به یه زبان دیگه دارن حتی کلمه مادر رو بهش میگن، ممکنه شوکه بشه. خیلی ها میگن این اتفاقات میفته. نظر شما چیه؟ اهمیت تدریس به زبان مادری واقعا تا چند اندازه هست؟ لازم هست؟ کاملا لازم هست؟ تا چند اندازه اگه نباشه لطمه میزنه؟ اجازه بده من نظر شخصی خودم بگم جناب چالنگ. من فکر میکنم زبون مادری در تمام دنیا یک زبونه و فقط همه مادران با اون زبون صحبت میکنن و اون زبان عاطفی. در نتیجه خیلی مهمه که اون مادر این قدرت و توانایی رو داشته باشه که از نظر عاطفی به فرزندش نزدیک بشه. اگر این صورت بگیره، یعنی برای اینکه این صورت بگیره خود اون مادره باید در حساب بانکی عاطفی خودش از مادر و پدر خودش به اندازه کافی پسنداز شده باشه که ایشون بتونه بدن از اون حساب بکشه عاطفه رو بده به فرزندانش. ولی اگر اون مادر این توانایی رو داشت و بعد این پدرم این توانایی رو داشت، این بچه قدرت تطبیق پیدا میکنه. بعد شما اینو ورش دارید، ببرید بذارینش توی ژاپن، بذارینش توی چین، بیارینش توی آمریکا، هر جای دنیا ببرید، میتونه. البته مشکل اول، ولی بعد از یه مدتی خودش رو تطبیق میده، زبونم یاد میگیره و اگر زبون اطرافیانش هم خوب نمیفهمه اونو نقص خودش نمیبینه. من آرزوم اینه که یک روزی پیش بیاد که در تمام دنیا فقط یک زبون به کار برده بشه. برای اینکه چرا ما باید فرض کنید به یک چیز مثلا آب ما هزار تا لغت در دور دنیا مختلف به کار ببریم؟ این به نظر من سوء استفاده از نیروهای مغزیه که برای جاهای دیگه میشه به کار. امیدواریم یه همچین اتفاق بیفته. خب یه زمانی هم تلاش شد زبان اسپرانتو بشه زبان بین‌المللی، اما نکته این هست، کاملا درست میفهمم از نظر تخصصی، که مادر سرچشمه عاطفه است، خانواده سرچشمه عاطفه است. اما این کودک، حالا کودکان بسیاری هستن، بچه‌هایی که ناچار به ترک زادگاه و وطنشون شدن، پا شدن اومدن آمریکا. خود شما قطعا بسیار بسیار دیدید و ظرف 6 ماه هم بسیار راحت یاد گرفتن، چون زبان انگلیسی رو خیلی هم قشنگ. همینجا دوستان کرد من دارم، آمدن بچه‌هاشون بلافاصله زبان انگلیسی رو یاد گرفتن، دخترهای نازنین، بچه پسر هست. این یه موضوع، چون بالاخره متوجه است مملکت دیگه است و جای دیگه است و اکثریت زبان دیگه خودشون هم داوطلبانه. اما همین بچه مثلا در یک شهر کوچک کردستان یا در مهاباد یا مثلا فرض کنید در تبریز یا جاهای دیگه پا میشه، دو کوچه اونورتر میره مدرسهش، احتمالا معلم هم شهریشه، اما به زبان دیگه ای داره باش صحبت میکنه، درس میده. من حرف من جنبه سیاسی نه، یعنی بیشتر کسانی که این مسئله مطرح کردن از نظر سیاسی و این صحبت ها در طول تاریخ در ایران جای دیگه مطرح کردن، از نظر روانی و پزشکی، روان پزشکی من میگم، روانشناسی، این بچه اگر اون کسی هم که دو کوچه مرتر بهش زبان مادری این بچه اگه صحبت کنه اثرات بیشتری نداره. ببینید سیستم آموزشی مسلماً روی روان بشر اثر بذاره، حرف درش نیست. ببینید خود من، خود شما در ابتدای زندگیمون چقدر جملاتی رو توتیوار فرا گرفتیم و بعداً توتیوار بیان کردیم بدون اینکه حتی معنی اونو بشه متوجه بشیم. بعدها تو زندگیمون این کنجکاوی پیش میاد که اینا معنیش چیه، این لغاتی که ما به کار میبریم یا عمر معنیش چیه. متاسفانه زود تو زندگی ما همه بشر میتونیم خیلی راحت برین واش بشیم، شستشوی مغزی پیدا بکنیم. و اگر اینکه
توی سیستم آموزشی برای ما گیجی و سردرگمی و کانفیوژن ایجاد بشه یا سیستم آموزشی به یه عللی خشک باشه، مستبد باشه و نظر اون قابلیت انعطافی که لازمه مهیا بشه، مسلما به روان کودکان صدمه میزنه. باید و نباید های مکرر که حتما مثل این که یه بندبازی که روی یه دونه تناب داره راه میره، اگر ما به این صورت بخوایم زندگی کنیم و بچه ها یاد بگیرن که یه ریز این ور بیان و یه ریز اون ور برن، اون موقع موضوع مرگشونه، یک حالت ریجیدیتی و خشکی ایجاد میشه در روان اونها و در نتیجه زندگی رو برای اونها تلخ و مشکل میکنه. بسیار آقای دکتر، فرصتی البته کوتاه است الان، همزمان با بازگشایی مدارس هست آغاز سال تحصیلی، متاسفانه میزان اعتیاد در میان دانش آموزان و کودکان بسیار زیاد هست در ایران، طبق آماری که مسئولان مربوطه در ایران منتشر کردن. چرا؟ در اینجا خب در مدارس موادی مصرف میکنن تو، ولی به این گستردگی نسبت به جمعیت نیست. در این بسیار زیاد. ببینید اعتیاد با درد، این دوتا دو پدیده دو قلو هستن. من تا حالا 40 سال من دارم تبابت میکنم، تا حالا یک معتاد من ندیدم که از نظر عاطفی و روانی در بچگی صدمه ندیده باشه و درد شدیدی نداشته باشه. و در حقیقت وقتی یه بشری درد داره، ما درد جسمی رو خیلی راحت میتونیم شناسایی کنیم. فرض کنیم ماها دستمون بسوزه، آتیش بگیریم و سوختگی شدید پیدا بکنیم، اولین کاری که به صورت بشر دوستانه و از نظر پزشکی صورت میگیره، مورفین میزنن که درد رو ساکت کنه، یا اینکه اگه یه تصادف کنه پاش بشین دست بشه. درد روانی رو ما نمیبینیم، به صورت افسردگی میبینیم، به صورت استراب میبینیم، به صورت روان پریشی میبینیم، ولی اونجوری دیده نمیشه که ما سوزش رو حس میکنیم. اون دردم متاسفانه باید یک چیزی رو، یه مسکنی براش استفاده کنم. بدبختی اینه که اون مسکنی که استفاده میشه برای اینکه درد روانی رو از بین ببره، اون مسکن خودش میشه سمی و مضر و بیش از اون دردها بشر از پا میندازه. نتیجتا به نظر من در تمام دنیا اعتیادات رو اگر میخوایم ما ریشه‌کن بکنیم، باید دوباره برگردیم به رابطه نوزاد و اون چند سال اول زندگی که اونجا محافظت بشه و پیشگیری بشه که این درد شدید ایجاد نشه. به عبارت دیگه همه ما میگیم بهش زیر پای مادرانه، ولی در ضمن باید این حقیقت هم قبول بکنیم که جهنم هم زیر پای مادرانه، اگر اینکه مادر نتونه اون وظیفه مادری رو خوب انجام بده و پدر نتونه ابتدا مادر رو حمایت کنه که اون کار انجام بده و بعد خودش همدست بشه در حمایت و محبت کردن به فرزندان. سپاسگزار هستیم آقای دکتر جواد نفیسی گرامی، با سپاس بسیار، پرسش ها بسیار، موضوعات بسیار، امیدواریم در برنامه های آینده با من و بینندگان سرزمین ما باشید و موضوعاتی که مهم هست در عرصه زندگی روزمره مردمان و شما به عنوان یک متخصص برجسته در این عرصه در آمریکا در برنامه با بینندگان ما باشید و نکاتی رو که مطرح میکنید به طور قطع مورد استفاده میلیون ها بیننده شبکه ما هست، برنامه سرزمین ما خواهد. با سپاسی دوباره از خیلی متشکرم جناب چالنگی از اینکه منو دعوت کردین. با سپاسی دوباره و با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری و زگرس، تفتانکو و الوند و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.